با سلام سامره هستم به کانال آلمانی آنلاین خوش اومدید امروز قراره که جلسه دهم ده رو ضبط بکنیم و امروز رو اختصاص دادم به فعل ماخن یه فعل جدید رو امروز قرار یاد بگیریم و با هم صرفش کنیم و اون فعل ماخن هست به معنی انجام دادن کردن خب قبل از اینکه بریم سراغ درسمون ازتون خواهش میکنم اگه کانال منو تا به الان سابسکرایب نکردید سابسکرایبش کنید و زنگوله کنالش هم فعال کنید اگر یک زمانی ویدئویی آپلود شد اعلانش برای شما بیاد خب میریم سراغ تخت سیامون خب اینجا ما فعل رو اینجا نوشتم به آلمانی فعل مخن به معنی کردن هست انجام دادن که این فعل در زبان آلمانی با خیلی از اسمها ترکیب میشه و معنی جدیدی به خودش میگیره اول فعل رو در حالت ساده خودش صرف میکنیم ich ماخ میشه من انجام میدم دو ماخست تو انجام میدی ار زی اس ماخت او مذکر او است و او خونسا انجام می دهد وی مخن ما انجام میدیم. دیم ای مخت شما ها انجام می دین. زی ما میگیم زی پلورال یعنی زی جمع و زی محترمانه مخن آنها انجام میدهند. شما انجام می دهید که این شما گفتم میتونه مفرد یا جمع باشه خب همونطور که می بینین من این قسمت آخر در واقع فل رو فل صرف شده رو آخر یا همون پایانش رو با یه رنگ دیگه ای نوشتم که مشخص بشه سری قبل فل هایسن رو صرف کردیم و اونجا توضیح دادم که در حالت کلی افعال در صرف این از این قاعده پیروی میکنن که در اول شخص آخر فعل ا میگیره در دوم شخص اس و ت میگیره و تو سوم شخص فقط ت میگیره توی اول شخص جمع وی ا و ان میگیره توی دوم شخص ت میگیره و تو سوم شخص جمع و زی محترمانه ا ان میگیره سری قبل من بهتون گفتم که حالت اول این اول شخص جمع و سوم شخص جمع و حالت محترمانه با حالت انفینیتیو یا همون حالت مستری مثل همان میخوام اینجا براتون اینو اصلاح بکنم که این فقط در زمان حال در واقع زمان در زمان حال ساده این صدق میکنه اگر ما بخوایم که در واقع این فعل رو در زمان گذشته بخوایم صرف کنیم که خب بعدها یاد خواهیم گرفت در درس های بعدی ان در, اون، در اونجا میبینید که در واقع اول شخص جمع و سوم شخص جمع به هیچ عنوان با مستر یکی نیستن و بهتره که گفته بشه یعنی اینجا میخوام تاثیح کنم که اول شخص جمع و سوم شخص جمع به اضافه این زی محترمانه این آخرش ای و ان میگیره یعنی اینجوری بگیم بهتره ای و ان میگیره خب این از صرف فعل ماخن حالا ما میتونیم فعل ماخن رو با اسم های مختلفی ترکیب بکنیم و در واقع مفهومی رو برسونیم توی فارسی ما خیلی داریم مثل ورزش کردن مثل تمیز کردن خیلی از در واقع مفاهیم اینجوری ترکیب میشه از فعل به اضافه اسم یعنی فعل کردن به اضافه ی اسم فعل ماخن دقیقا معنی تحت لفظیش میشه کردن که میتونه با اسامی بیاد با اسمها بیاد و معنی و مفهوم خاصی رو برسونه مثلا اینجا من یه مثالی براتون زدم البته اینجا تو این درس یه کوچولو هم در مورد جمله سوالی بهتون توضیح میدم که در واقع جملات سوالی رو هنوز کامل بهش نپرداختیم اما یه مدل یاد گرفتیم وی یا وی هایس دو که با کلمه پرسشی وی در واقع این جمله پرسشی میشد حالا یه کلمه پرسشی دیگه الان یاد میگیریم و اون هم کلمه اون کلمه هم هست واس واس به معنی چه هست چه چیزی چه چیزی به معنی بیشتر چه هستش چه و چه چیزی خب اینجا معنیش میشه واس مخس دو چی کار داری میکنی چه چیزی چه کاری میکنی یا واس مخس داری چی کار میکنی خب من میگم که من دارم ورزش میکنم در زبان آلمانی ورزش کردن دقیقا میتونیم کلمه شپورت یا همون ورزش رو با فعل کردن یا مخن ترکیب کنیم و مفهوم ورزش کردن رو برای ما میرسونه پس شد واس مخستو چی کار میکنی؟ اش مخه شپورت من دارم ورزش میکنم یعنی ورزش کردن میشه من ورزش میکنم واس مخستو اش مخه شپورت خب این یه در واقع معنیش بود معنی بعدیش میتونه با کلمه فوتو بیاد فوتو به معنی عکس اینجا معنی کردن نمیده بلکه معنی گرفتن میده عکس گرفتن ما تو زبان یعنی در واقع میتونم بگم ترجمهش به فارسی میشه عکس گرفتن خب دوباره میپرسیم اینجا اینو درست بود واس مخت زی واس مخت زی اینجا این زی برمیگرده به سوم شخص مفرد و اونم مؤنث واس مخت زی معنیش میشه خانومه داره چیکار میکنه یعنی زی وقتی میگیم ما منظورمون یه خانوم هست زی مشخصه یه خانومیه که ما میشناسیمش و میگیم واس مخت زی داره چی کار میکنه اون داره چی کار میکنه او مؤنث بعد یکی دیگه میگه اون داره عکس میگیره زی ماخت فوتو زی ماخت فوتو ماخت یعنی در واقع همون فعل مخن اینجا به معنی کردن نمیشه اینجا به معنی گرفتن میشه ولی خیلی جاها معنی کردن هم میده واس ماخس دو چیکار داری میکنی ایش ماخه شپورت ایش ماخه شپورت این در زبان در واقع انگلیسی سپورت فکر میکنم اما در زبان آلمانی ما یاد گرفتیم اگر اس پیش پ پیش در واقع حرف پ یا حرف ت قرار بگیره ش تلفظ میشه واس مخستو ایش مخ شپورت شپورت machst مخستو Ich مخ شپورت شپورت یعنی ورزش واس مخت زی خانومه داره چیکار میکنه زی ماخت فوتو اینجا من میگم خانومه منظورم همون او هست یعنی معنی تحت و میشه او اما او مؤنس یعنی هر سری دیگه نمیگم او مؤنس میگم خانوم اون خانوم او همون خانوم واس مخت زی چیکار میکنه خانوم اون خانوم زی ماخت فوتو او در واقع میشه او عکس میگیرد حالا بخوایم خیلی مدل در واقع چیز بگیم حخ پرزیش بگیم میشه او عکس میگیرد یا در حالت آمیانه میشه اون داره عکس میگیره حالت پرزنس هست یعنی حالت حال الان در حال انجامه زی ماخت فوتو خب این صرف فل ماخن بود البته من اینجا به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه فقط دو مورد دو نمونه دو تا مثال براتون آوردم هم به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه و هم به خاطر اینکه در واقع میخوایم آروم آروم پیش بریم و نمیشه همه کاربورت های فعل ماخن رو بیام اینجا براتون لیست کنم نه شما میتونید تو یک جلسه یاد بگیرید و همچنین هم تو خب حال تایم این ویدیو نمی گنجه. به خاطر همین ما آروم آروم پیش میریم فعلا دو تا کاربرد فعل ماخن رو یاد گرفتیم با ترکیبش با یه اسم ورزش کردن عکس گرفتن اینو فهمیدیم یکی از ما میپرسه واس ماخس میگیم ایش ماخش پورت من دارم فرزش میکنم یا واس ماخس چیکار داری میکنی ایش ماخ فوتو البته اینجا ماخت نوشتم به خاطر اینکه سوم شخصه اگه بخوام اول شخصو بنویسم میشه به تب ماخه ایش ماخ فوتو خب دوستان عزیز فکر می کنم که برای این جلسه کافی باشه امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونین ازش استفاده بکنین ازتون خواهش میکنم اگر نظری پیشنهادی دارید حتما تو کامنت ها برای من بنویسید و لایک و کامنت هم طبق معمول یادتون نره روزتون خوش خدا نگهدار